به تاریکی دنبال چی داری میگردی؟ چون تو روشنایی دیدم برات لطف خاصی نداره، میدونم دلیلش. آری تاریکی به چشم ما روشن شد و چهره از خط بیرون شد و صورتش را دید. اونچه ما دیدیم تون باد آواره هستی او را، ما هستیم که میزنیم به دل دشت های تاریک لنگان و خرامان میرویم. ماییم مهتاب و آفتاب جاده های باریک، گاهی می نشینیم تنها ته کوچه های بن‌بست تنهای پاییز با آن بوی عجیب سرگردانیش، آنجا که روح ما عرض کرده شهری فاصله شد. زیرا خانه ماست اینجا، هر جا گم باشیم پیدا نیز همانجاییم. ماییم که به نای او از گل شدیم و خم شدیم و خم شدیم و بافتیم تار و پودی سایه روشن از رشته سخن. و دوباره خواندیمت بیان که بدانیم تو را، سیاهی قلم رو ما شد و روشنهای قلم رو آسود زیان. دل ما باز خون گریست و لبخند در تاریکی عیان شد و من مرد. حالا اینجا هماغ جهنم خاموش کسی هست تنها و پافداده تر از هر پافداده، همزاد شرماور آدم. Thank you.
شیطان پیر اینجا است. او هم تنها نخواهد ماند دیگر، اگر خاطرش مانده باشد دوستی را، شاید جام او هم به حد هفت خط پر است به لطف ساقی ما، زیرا که خب خانه ماست اینجا و در خانه ما هیچ کس غریبه نیست. ساقی، ما باده نوشان را هر هفت خط ببخش که ما امانات خود از عدم میگیریم و میبخشاییم. ساقی خون دلی تو نوش زما کن، تا دمت را گرم به بازدم هستی براریم. دیگر از منظره طلوع تو، از مغرب خود از میبریم و دیگر هیچ. یه مدت بود نبود شیطان، صداش کردم اومد، پرسیدم کجا رفتی، گفت رفتم وسایلشو بعد بازیمو پیدا کنم، میخواستم یکم اون چشمتو خیره کنم که فکر نکنه دیدی وسط تاریکی. ایش گفتم آدم راهی رو به تاریکیه کار موزیک آتفه تو به تاریکیه چشمان رو تی کرده، تا اینجا سیم برانگیز بود که جلوی این آدم احمقی زمان نزدی. لایک ولی امروز و در این خانه نه تو آنجا تنها در تاریکی خواهی ماند، نه دیگر ما به روشنایی پناه میبریم از تاریکی. Thank you.
زیرا که خانه ماست اینجا. کاش بتوانی این را بدانی. نگاه می کرد مثل بوز یکم ساکت موند و گفت کم زمانی نیست که من به تاریکی گرفتارم. زمانش یادم نیست چه مدت بوده. تو اومدی اینجا چی کار؟ اومدی که توهین کنی، نفرین کنی، لعنت کنی؟ فکر کردی من از تاریکی میترسم؟ از تنهایی؟ یا از تو؟ آدم بهش میگم آروم باش، حالا یکم آب بخور، حالا با هم صحبت داریم، خیلی صحبت داریم. نمیدونم راست میگه یا دروغ، چون که مکر اگر خاصیتش هم نباشه عادت دیری نشه. جالب که هنوز صورتش کمی احساس داره، تغییر میکنه مدام صورت و بدنش. ولی چشماش خیلی تاریکن، خیلی تاریک، خیلی تاریک. آب دادم، میگم صورت تو بشین. میگه این چیه؟ میگم حداقل خودتو توش نگاه کن. نگاه میکنه میگه چیزی نمیبینم. بهش میگم عیبی نداره، درست میشه، درست میشه. به قول عزیزی قرار فردا رو همیشه باید گذاشت.
به نیابت از طرف همه ما، از طرف آدم بهش گفتم ما که شنیدیم صدای امتداد نوت هفتم را در هر هفت روز آفرینش او، تو را به دوستی میخوانیم تا تو نیز او را بخوانیم. ما دیگر هر دو از منظره غروب خود از مطلع او از ما دیگر اصلا خوندم بلدی؟ چه جواب نمیدی؟ این مدام مخونهاشو میجوه زنگ رو نگاه میکنه، سرشو تکون میده، پریشون به نظر میاد. یه دفعه میگه زود میخوای بری آرش؟ میگم نه بابا کجا؟ تازه ما هم باید روشن کنیم اینجا رو. تو چقدر تنها موندی؟ شاید به بوسه ای آرام گرفته او هم. آری شب مهتاب روشن روز به خورشید، شاید بخشیدی و بخشیده شدن را چشیدی. داشتم حتی فکر میکردم شاید وقتی که از تاریکی با هم داریم قدم میزنیم بریم بیرون، موقعی که نور بهت بخوره شاید اینک آفتابی لازم بشه برای دونه آوردن روم شاخهای زاید. تیپ خوبی میشه. کم کم عادتت به تاریکی میره، میسوزی باز، شعله بر میشی، ولی شعله ای که میسوزوندت از لای شبنمای آب روی پوست تازه رنگ گرفتت، نه از خشم و نفرت همیشگی، درست میشه
خلاص خلاص گرگون میشه سو من رو خوبی برای هم بلاس به هر حال پردای خونه جدیدت هم میتونم بدم تاریک بزنم برات که هر موقع خواستی تاریک بکنی. منم اصلا بعضی وقتا میام پیشت، منم تاریکی رو دوست دارم. میشینیم کنار هم و با هم خاطر بازی میکنیم از دنبال بازی دیرینمون و به این بازی مسخره میخندیم. سور و ساته اونم این دفعه به جای سایر مسائل شم باشه، آب و آینه. یه بالشه نداره که همیشه اینو یادت باشه که این آدم بود که تو رو برگردوند به سر میز هستی او. اگر تو آتشی، جهنم مهیاست اینجا. اگر تو نوری، همه اوست اینجا. اگر تو تویی، حالا دیگه نوبت تو شد که بزنی به دل روشنایی. میدونم راه میری، میخزی، پرواز میکنی، غیب میشی، ظاهر میشی. میدونم خیلی سریع میتونی این مسیر رو طی کنی، ولی پیشنهاد دارم برات این که مسیر رو آهسته، آب رحمه و آروم بیای. توی منازل سر راه بوی درخت های هفت رنگ، دیدن بانوی در حال مداوای دشمن، دیدن مردی که پنج شنبه عصر شد میره سالمندو رو همو میکنه، یه بساشون رو عوض میکنه، باشو صحبت میکنه، شکل میکنه، میخنده نکشون و به کسی چی نمیکنه. از دیدن این مناظر خودت هم دیگه راحت میشی، دیگه دیدن خودت توی آینه یا آب نمیترسی. چون خود اگر بتونی توی آب ببینی خیلی میترسی. هنوز معتقد دود سوختن آدمی،
کناری پیاده بیا و آرام بیا، تا ببینی آتشی را که از درون ما افروختی. ما نیز شریک تو این در این ویرانی بی انتها، در این تاریکیه. آره، دیدنشون خوبه. شروع خوبیه برای چراغونی شبهای سیاهی که با شراکت منحوست با من آدم رقم زدی. قلب یخزده آدم و سفره های خالی، دل های شکسته، جان های رفته، عشق های ریخته، نعره های کشیده شده، دردهای گفته نشده، چشمات که روشن بشن اینا رو میبینی. شاید دیدن سفارش آنلاین آدم توی دارک وب برای لولیتا با دست و پای کوتاه شده، قلاده دور گردن و دندونهایی کشیده شده برای اینکه نتونه خودش حتی بکشه، برای پر کردن چاه سیاه چشمات کافی نباشه ولی بدن تو بلرزونه. اونقدر کینه رو از وجود کی برس گرفتی تو؟ حتما از وجود ما که خالقتونی. تو ترد شدی چون گفتی من به گناه تمرد، به گناه ترک محفل او. و چنین شد که تو اولین یاقی آفرینشی، اولین تنها، اولین قربانی تمرد از دستور نابجا. تا حالا کسی ستایشت کرده بود؟ میبینی خوبی خوبه، میخنده. راستش برای اینطوری سرد و کثیف بودن یکم حق داری. نمیخوام به تو این کنم، اینطور کثیف بودن تو میگم.
البته دوزاری آدمی زادم کج بود که تو جولان میدادی. اینجا به کلامی هستی، به کلامی هستی و داستان سرای وجود مایی. و بدان که میدانی من زیر آفریدیمت اینجا شب نداره، شب و روز شکیه. راحت تر میکنی، فقط اگر سختی راه ناامیدت کرد، ناامید نشو. ناامیدی خیلی درد داره. ما رو که خیلی ناامید کردی، ولی خودت نشو. یه نسخه هم برای تجویز میکنم، اینکه آب و با آب بنوش اثر کنه. داروی ترک افسردگی و خماری اون همه لجن و کثافت هست. خماری سنگین این همه سال، نفرت، خشونت، خشم. شاید صدا از هزار توی مرتوب گوش های مفتیزت به قلب سیاه رنگ باختت برسه و بشنوی ما را که مشتاق دیدن حمام نور تو زیر شبنم های آب روی پوست تازه رنگ گرفتت هستی، حتی بدون اینه که افتادی.
به امیدی که بدانی دوستی را. تو نیز ما را ببخش. شاید خانه او دیگر ساکت نماند، شاید او همه بوسه ای آرام گرفت. اینجا خانه ماست، ما را او چشم بر راه است. اوست امانت نزد ما، که همه نزد اوست. درد ما درد من و درمان از اوست، جرم شهتابم من و نقصان از اوست. وارهانم عاقبت زین یک دلگام، وارهانم دشت من گرگان از اوست. سر به بازد گر مرا میدان از اوست، گر اسیرم خوش مرا زندان از اوست. خارها چون می رود زین پا به دل، نازها خواهد مرا چشمان از اوست. جرعه ای را سر کشم مستان از اوست، بادبانی برکشم بادان از اوست. گاه ها را همرهم گاهان از اوست، دیدگان بررهم حیران از اوست. بالها تا برکشم باران از اوست، یالها گر فرکشم پالان از اوست. بلبلی دم میزند ساران از اوست، عشق لیلی میزنم آسان از اوست. سید صیاد در منم مرغان از اوست، مرغ بی پر گر منم پران از اوست. سر به پاور خر منم چندان از اوست. پست خامی چون منم خندان از اوست. نقش هر رو میزنم الوان از اوست، چون سیه دم میزنم الهان از اوست. بر سرابی خیرم آمد صدا، آرشی جان بر لبی جانان هموست. مرسی تماشا کردین. اگر تا اینجا تماشا کردین ممنونم ازتون و خوشحالم از اینکه
اونقدر خوب بوده مثل که تماشا کردیم همین. مرسی، کار تجربی بود، اگر ضعف داشت یا زیبا بود دیگه. مرسی.